لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یه مسئله راجع به سجده عرض کنم. بعضی جوان ها ماشاءالله تون میرن به سجده به جوری که پیشونیشون که به مهر میخوره پیشونی از مهر میاد بالا، به ضرب میخوره رو مهر، یه سان دو سان پیشانی از مهر میاد بالا. این دو جوره، یه وقت میتونی ترمز کنی که دو مرتبه پیشونی رو مهر نیفته، باید همونه یه سجده حساب کنی، ذکر نگفتی طوری نیست، باید بیشینی بعد به قصد سجده دوم بریم. اما نوعا ترمزا نمیگیره، به مرتبه پیشونی میفته رو مهر. خب نوعا اینجوره، مال من جوانی هم اینجور بود، حالا نه، حالا اونجوری سجده نمیرم. شما جوان ها تون میرین این مسئله براتون اتفاق میفته. پس اگه بتونی ترمز کنی، اگه سجده اوله همون یه سجده حساب، پشو بیشین به قصد سجده دوم برو. اگر در سجده دوم اتفاق افتاد دیگه نره دو مرتبه به سجده، بیشین به حول الله بگو. برای اون ذکری که نگفتی سجده سه به جا بیار. ولی اگر که ترمزت نگره پیشانی دو مرتبه خودش بی اختیار افناد رو مهر، دوتاش یه سجده هست. ذکر رو یادم میاد در عرب قدیما قربتن الالله ذکر رو بگو، ذکر سجده رو حالا قربتن الالله بگو، دوتاش یه سجده حساب کن. و نوعا اینجوریه، نوعا ترمزا نمیگیره، دوتاش یکی اینطوری قایم میرید به سجده، پیشانی به سجده میخوره، یه سان میاد بالا دو مرتبه میاد اسم مهر. شما جوان ها اینجوری، پیر که بشین مثل ما نه اینجور نیست، جوان ها اینجورن، براشون اتفاق میفته. ناراحت نشن، دوتاش یه سجده حساب کنن، قربتن الله ذکر رو بگن و به حول الله بگن برای رکعته. اگر در سجده اوله وقتی بله پاشن بیشینن برن به قصد سجده دوم. و نوعا هم در سجده اول اتفاق میفته، سجده دوم اتفاق نمیفته، چون سجده دوم آدم آروم میره به سجده. در سجده اول چون قیامه تون میپره و خیلی اشتهایی هم که بعضی میکنن مثل من که نمازم یه قدری سخت میرم به سجده، بعضی رفقا زودتر از من میرن به سجده، یعنی مراعات کنیم. مرحوم آقای بروجردی خیلی دیر پا میشدن وقتی به حول الله میگفتن، مکبر خیلی طول میداد. وقتی آقا از سجده پا میشدن آقا تقریبا یک خورده مونده که به قیام برسن به زحمت پا میشدن، وقت تازه مکبر رو به حول الله. اگه میخواست تا و از سجده پاشه بگه به حول الله، اینجا هم یه خود مراعات میکنن مکبرا، چون من دیر پا میشم، پام درد میکنه. لذا احتیاط کنید، مواظب باشید، زودتر از پیش نماز سجده نرید، زودتر از پیش نماز به رکوع نرید. در تمام افعال اتفاقی مسئله که در افعال نماز باید، در افعال اتفاقی، حالا در اقوال خلافیه، در افعال نماز در سجده و رکوع باید با امام متابعت کن. زودتر از امام رکوع نری، زودتر از امام سجده نری. در اقوال چطور؟ مثلا امام داره تشهد میخونه، میگه مثلا السلام علیک ایها النبی، و اون میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، مأموم جلو میفته. این اگه عمدی باشه آقای بروجردی اشکال میکردن. شما مرجعتون مراجعه کنین، ببینید مرجع شما در اقوالم قائله مثل افعال، که در اقوالم باید متابعت کرد. بعد از اینکه امام داره تشهد میخونه شما بعدی، نه، یا اینکه بخونی شما، حتی بعضی زودتر امام هم سلام میدن، این خلاف احتیاطه. بعضی از مراجع اشکال میکنن، میگن همونطور که در افعال متابعت لازمه در اقوالم احتیاط. مسئله این است که آدم بعد از امام از کار تشهد بگه. مراجعه کردید؟ حالا احتیاطاً به رساله مرجعتون مراجعه کنید، ببینید مرجع شما در اقوال چی قائله، که عمدن میتونه آدم از امام زودتر سلام بده، عمدن میتونه از کار تشهد زودتر از امام بگه. در افعال اتفاقیه که رکوع زودتر از امام نمیتونی بری، سجده زودتر از امام نمیتونی بری، عمدن، حالا سهوه نداره، قالب شما سهوه نه، عمدی نیست. اما دقت کنید
صدق عمد نکنه، زودتر از پیش نماز سجده نریم، زودتر از امام رکوع نریم. در اقوال اتفاقیه ولی در افعال، در افعال اتفاقیه، در اقوال اختلافیه. ربهو انفسکم به بدی الحکمه فانها تکل کما تکل الابلان. خسته میشه روحتون، خسته میشه روحتون گاهی. مواسه کردی، نماز خوندی، عبادت کردی، کم خوابیدی، روح خسته میشه. گاهی هم بدن خسته میشه. بدن که خسته بشه خب آدم استراحت میکنه، میخوابه، خستگی شد. اما روح اگه خسته شد با شنیدن حدیث خستگی خودتون رو برطرف کنید. یه حدیث که آدم میشنوه از یه واعظی خستگی شد، رو این حساب ما هر روح حدیث میگیم که خستگی روح شما رو ببریم. حالا حدیث امروز چیه؟ در مواضع عددیه صفحه 256 از رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا و ینسون خمسا. بر امت من زمانی میاد که پنج چیز دوست دارن، پنج چیز فراموش میکنن. حالا ببینیم شده یا نشده، نمیدونم. آیا این زمان این شده این حدیث که پنج چیز ما دوست داشته باشیم، پنج چیز فراموش کنیم؟ اول یحبون دنیا و ینسون الاخره. روزگار میشه که مردم دنیا رو دوست دارن، آخرت رو فراموش میکنن. میبینم حالا شده یا نه. پول کجاست؟ ریاست کجاست؟ پول کجاست؟ اما صحبت این همه رفقا اون میمیرن اصلا به فکر آخرت نمیفتیم، آخرت رو نوعاً فراموش کردیم. می خبر داده 1300-1400 سال قبل رسول خدا فرمودن روزگاری میشه اینجوری میشه. قدیم مردم به فکر آخرت بودن. اجداد ما یه ساعت دو ساعت بعد اون اخوا پا میشدن، یه اتاق گوشه حیات بود اسمش نمازخونه بود، تو هر خونه یه مسجد بود اسمش نماز، پیر مرد یادشونه، یه رو فرشی بود و کتاب دعا و اینا، میرفتن پیر مرد اونجا یکی بعد افتاد میادن بیرون. دو سه ساعت زیارت عاشورا، توسل، قرآن، نماز شب، گوشه دیجدیمیناشون هم خیک روغن و نونای تافتونه یه ماه بود مثل دنبه نرم، گوشت قرمه کرده، کره هندونه باری ما با شطور میوردی خونمون، یعنی میدون با شطور، موتور که نبود، با شطور در 70 سال پیش از میدون هندونه خره، حالا یه دونه هندونه میخره زیر بغل میگیره میبره منزل. اون موقع شطوری با هندونه میوردی خونمون، یادمه مردم همه شطور با شطور میرفتن میدون هندونه خربزه میوردن، حالا یه هندونه میخره میبره خونه پاره میکنه مثل قلب مومن سفیده. 4000 تومان 3000 تومان پول داده این قلب مومن سفید، نه مزه داره نه طعم داره. به فکر آخرت بودن، دنیاشون هم خوب خوش به حال اونا، چه برکتی زندگیشون داشت. مادر بزرگ من، یعنی زن بابای پدرم، البته مادر بزرگم نبود، او میگو پدر بزرگ من تاجر بوده، کاشی هم بوده، آم زحمت، کارمسر خدایی، تاجر بوده. میگو پیغم میداد شگرف در خونه ما، میگوشم گوه امشب 30 تا مهمون از یزد برای ما اومده، تاجر بود دیگه، میگو 30 تا مهمون داریم امشب. مادر بزرگ من، زن بابا پدر، میگو ما یه شب بیرون خرید نمی کردیم، همه چی تو زیر زمینمون بود، غذا از بیرون نمی خریدیم، کلو کبا این چیزا نبود. زنام کدبانو بودن، علو میکردن با هیزوم دیگه، میداشتن پلوی نرم، خورش گوشت قرمه کرده، نون مثل دنبه، حالا نون شب میخری صبح نمیشه خورد. قدیم نونا دست کرده گوشه زیر زمین، ما خمیر میکردیم خودمون میبردیم، نونوایی مزیفتی پول میدادیم نونو میفخت، مز میدادیم. مادرمون نونو تو خونه خمیر، آرد خمیر میکرد میداد به ما، با بچه مدرسه میرفیم نونوایی، یه دونم تو تک برامون تو خونه نون کوچولو هم برای ما میفخت تو تنورش میداد ما بخوریم. پس اولی چی بود؟ روزگار میاد که مردم بگی دنیا رو دوست دارن، آخرت رو فراموش میکنن. اونا رو مختصر میکنم دیگه که دیر نشه. این یکی. دوم
یحبون المال و ینسون الحساب. روزگار میاد که مال رو دوست داره اما حساب قیامت رو فراموش میکنه، که حساب میکنه میگه این مال از کجا آوردی، در چه راهی مصرف کردی، سالی مرتبه زیادی مال تو خمسشو دادی یا ندادی، رشوه گرفتی، ربا خوردی، حرام خوردی، دزدی کردی. مال دوست داره اما حساب قیامت رو فراموش میکنه. این دو سه و یحبون النساء و ینسون الحور. روزگاری میشه که زنها رو دوست دارن، زنش رو دوست داره. البته زن خوب آدم دوست داشته باشه بد نی، زن بد بیبندبار رو نه حجابش رو مراعات میکنه، نه تقوا داره، نه نماز میخونه. روزگاری میشه اینجور زنهای بیبندبار رو مردم دوست دارن، ولی حور قیامت، حور این بهشت رو فراموش میکنن. این سه و یحبون القصور و ینسون القبور. قصرها رو دوست دارن، ساختمون 24 طبقه 20 طبقه میسازه، چقدر دوست داره، این آپارتمان رو همه رو فروخته اجاره داده، نگاه میکنه کیف میکنه، اما قصر بهشت و قبر رو فراموش کرده. قصر خونه های دنیا رو دوست داره اما قبرش رو فراموش کرده، که قبرش تاریک، دوستر نداره، گچبری نکرده، قرص نداره. هر روز هم قبر ما میگه یونادی به خمس کلمات، میگه من خانه بدون فرش تو هم یه فرشی برای خودت بفرست، من خانه ظلمانی هم یه چراغ بفرست برای خودت، من خانه تنهایی تو هم یه دوستی برای خودت بفرست. اما گوش ما نمیشنوه. این چهارتا. پنجم یحبون النفس و ینسون الرب. خودشونو دوست دارن اما خدا رو فراموش نکنن. خودشو دوست داره، نهار چی بخوریم، شام چی بخوریم، آرایشگاه چه، لباس چه، همه اصلا خودشو دوست داره اما خدا رو فراموش میکنه. خیلی جاها نوشته خدا رو فراموش مکن، خیلی خوبه. اذکر الله علی کل حال، در همه حالات خدا رو فراموش نکن. دو چیز لقمان گفت به پسرش، فراموش نکن، یکی خدا یکی مرگ، دو چیز فراموش نکنید. این پس روزگاری میشه که مردم نفس خودشون رو دوست دارن. پروره بعد حضرت میفرمان اولائک بری اون منی، اینجور افراد از من بیزارن و انا بری اون من هم، من هم از اینجور افراد بیزارم. این افرادی که اینجورن، دنیا رو دوست داره، آخرت رو فراموش کرده، خودش رو دوست داره، خدا رو فراموش کرده، قصر رو دوست داره، قبر رو فراموش کرده، مال رو دوست داره، حساب قیامت رو فراموش کرده، زن بیبندبار رو دوست داره، حوری بهشت رو فراموش کرده، من که پیغمبرم از او بیزارم، اونا از من بیزارن، اونا از من بیزارن، من از اونا بیزارم. یعنی نه اونا منو میخوان، نه من اونا رو میخوام. خدای توفیق عمل به این حدیث به همه مرحمت بفرما. ان شاء الله. ان هذه مديح يا من سيدنا.